سلام و درود به همه شما همراهان همیشگی کانال در ابتدا میخوایم به ممنوع خروجی مولوی عبدالحمید توسط وزارت اطلاعات بپردازیم میخوایم بگیم از اطلاعات جدیدی که از سوابق ننگین و جنایت پاسدار سجاد امیری که توسط براندازان به درک واسر شد براتون بگیم در ادامه از صحبت های مقامات جمهوری اسلامی میخوایم براتون بگیم از آزادسازی پول ها و در پایانم از هشدار خاتمی میگیم پس تا انتها با ما باشیم دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان خبر داد که وزارت اطلاعات از سفر حج مولوی عبدالحمید جلوگیری کرده بر اساس این گزارش برخی از مسئولان وزارت اطلاعات با سفر حج عبدالحمید اسماعیل زهی مخالفت کردن و اون به علت ممانعت حاکمیت امسال نمیتونه به عربستان سعودی بره حال وش که اخبار سستان بلوچستان رو گزارش میده گفت که مولوی عبدالحمید طبق برنامه رزی و نوبت قبلی قرار بوده به عنوان زائر به حج بره اما مسئولان وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی مانع از سفرش شدن عبدالحمید اسماعیل زهی از هشتم مهر و جمعه خونین زاهدان که نزدیک صد نفر با گلوله نیروهای حکومتی کشته و زخمی شدن تا حالا مواضع انتقادی و تند و سریحی رو علیه جمهوری اسلامی علی خامنهای و سیاستاش اتخاذ کرده اون در حالی با نام بردن از افراد ناباور و خدا و بیدین و بهاییان خواستار به رسمیت شناختن حقوق شهروندی اونا در ایران شد که مقام های دینی و حکومتی پیروان بهاییت رو مرتد و کافر میدونن اسماعیل زهی همچنین برخلاف مواضع رسمی جمهوری اسلامی از اسرائیل به عنوان یک کشور یاد کرد و گفت باید بین فلسطین و اسرائیل صلح پایدار و عادلانه رقم بخوره این اظهارات با واکنش های ستیز جویانه و تهدیدآمیز مقام ها و چهره ها و رسانه های حکومتی مواجه شده از جمله روزنامه کیهان که دیدگاه های علی خامنی رو باستاب میده دامنی حمله به امام جمعی اهل زاهدان رو فراتر برده و اون رو به اسرائیل منتصب کرده و گفته که حامیاش اختشاشگران و عناصر بدنام اجاری سیا و موساد امایکس هستند. روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان سرمایه گذاری ارگان رسانه ای سیار روی عبدالحمید گفته که امام جمعه اهل سنت زاهدان تلاش برای در دست گرفتن رهبری آشوبها در جریان اعتراضات مردم ایران رو داره و گفتش که اون با سخنان تفرق انگیز به نقش مخرب خودش علیه امنیت و وحدت ملی داره ادامه میده قبل از اون هم که محمد جواد لاریجانی از چهره سیاسی تندرو در مسجد مکه زاهدان رو به مسجد زرار تشبیه کرد و تلویحا خواستار تخریب این محل توطعه که از اون حرفای متعفن بیرون میاد شده به هر روی عبدالحمید اسماعیل زهی بارها با حمایت از خیزش انقلابی مردم علی خامنه ای رو مسئول کشدار مردم زاهدان دونسته خطبه های انتقادی اون در نماز جمعه های زاهدان بعد از هشتا مهر بخش از تظاهرات و راه های هفتگی و ثابت مردم زاهدانه که بعد از نماز جمعه برگزار میشه و به جمعه های اعتراضی این شهر شهره یافته و اما براتون بگیم از سجاد امیری بر اساس اعلام منابع موثق پاسدار سجاد امیری عضو نیروی قدس سپاه که یک شمه 21 خرداد در کرمانشاه به هلاکت رسید علاوه بر شرکت در سرکوب معترضین در استانهای کرمانشاه و کردستان در آبان 98 در سرکوب خونین معترضین در نقاط مختلف شهر تهران تو پاییز 1401 هم نقش بسیار مهمی داشته این قاتل در زمان اعتراضات به عنوان تکتیرانداز در نقاط حساس و پشت بام ها مستقر شده و اقدام به شلیک به سر و بالاتنی معترضین میکرده بر اساس اعلام مبارزین و شاهدان عینی که با توجه به مشخصات خاص و هیکل درشتش اون رو از مدتها قبل شناسایی تحت نظر داشتن این پاسار سرکوبگر جنایتکار قاتل حرفه‌ای هست و شخصا پنجاه نفر رو کشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شده از بوسه قلاملی یاربیگی فرمانده یگان امنیت امام که از خشن ترین واحدهای دستگاه سرکوب هست بر دستان همین سجاد امیری گفته میشه این یگان آزادی عمل کاملا مطلقه در کشتار معترضان داره که یکی از نیروهای اون در کرمانشاه همین سجاد هست که از پای در اومده و اما مخبر مخبر گفته که مقدمات آسانسازی پول در دیگر کشورها هم به وجود اومده محمد مخبر در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفته که دارایی‌های های شده ایران تو برخی از کشورها آزاد شده و در برخی از کشورها هم در حال آزاد سازیه اون از کشور خاصی نام نبرده اما پیشتر منابع دیپلماتیک و دولتی کره جنوبی به یک روزنامه اقتصادی این کشور گفتن که سئول و واشنگتن در جستجوی راهکارهایی برای آزاد کردن 7 میلیارد دلار پول راکت مونده ای ایران نزد بانک کره جنوبی هستند در رابطه با پولای های بلوک شده هم در بعضی از کشورها الحمدلله این آزاد شده بقیهش هم مقدمات آزاد شدنش فراهم شده یواش یواش مسائل انشاءالله به نتیجه مرسه حال دیگه اینه بمونه <تصفح> <شوی زکباری کرده> قبل از اظهارات مخبر متیو میلر سخنگوی وزارت خارجی آمریکا در نشست خبری هفتگی خودش گزارش ها درباره آزادسازی دو میلیارد و هفتصد و شست میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران در عراق رو تایید کرده. آقا آقای میلر گفته که اینا اقداماتی است که چندین سال انجام شده و به دوران دولت قبلی برمیگرده این مقام آمریکایی گفته اونا معاملاتی بشردوستانه و معمولی هستند که با قوانین و رویه دیرینی ایالات متحده کاملا مطابقت متبق... داره خبرگزاری رویترز روز بیستم خورداد به نقل از یک مقام عراقی که نخواست نامش فاش بشه گزارش داده بود که مجوز آزادسازی دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ای ایران در عراق در جریان دیدار وزیر خارجه عراق با همتای آمریکایی صادر شده میلر همچنین در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی درباره برجام یا زندانیانی آمریکایی در ایران گفت که اغلب گزارش‌ها در این زمینه یا اشتباهه یا کاملا گمراه کننده هست اون گفت چیزی که به طور خاص خواست میخواستم در اون مورد نظر بدم اینه که گزارش مبنی بر اینکه یک نوع توافق موقت هستی وجود داره نادرسته این در حالی که گزارش‌های های رسانی های اسرائیلی حاکمیه ها که بنیامین نتانیاهو گفته که یک توافق کوچیک و نه یک توافق بزرگ و اصلی بین ایران و آمریکا در جریانه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تاکید بر هدف جو بایدن برای دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و اینکه دیپلماسی بهترین وسیله برای دسترسی به این هدف اضافه کرده که هیچ گزینه‌ای رو از روی میز حذف نکردیم در پایان از هشدار خاتمی بهتون بگیم گفته که شما دارین خودبراندازی میکنین دارین میرین سمت خودبراندازی سید محمد خاتمی در میان جمعی از اصلاح طلبان و مشاوران خودش درباره حذف جمهوریت نظام در پی اصلاح موادی از قانون انتخابات توسط مجلس هشدار داد و این اقدام رو تشدید حرکت به سوی خودبراندازی تعبیرش کرد ایشون یادآور شد که بارها گفته شده مشکل بزرگی که منشأ بحران ها هست و آینده ایران و سرنوشت ملت رو به خطر میندازه اینه که روز به روز در عمل از جمهوریت نظام دورتر شدیم و در نظر هم به بینش و برداشتی از اسلام تکیه کردیم که رأی و نظر مردم و نقش بی همتای اونا در استقرار نظام اجتماعی راه بردن جامعه به سوی توسعه همه جانبه رو قبول نداره از جمله عواملی که انتخابات به عنوان مهمترین راه استقرار دموکراسی و مردم سالاری سازگار با دین رو از کارای انداخته همین نظارت استثوابیه با طرحی که بین مجلس و شورای نگهبان در موضوع انتخابات در رفت و آمده داره سعی میشه که اون رویه های نادرست و بحران آفرین تثبیت و به رسمیت شناخته بشه و نهاد انتخابات کلا از معنی توهی بشه در پایان از همه کنشگران سیاسی اندیشمندان خیرخواهان وطن و وفاداران به آرمانهای انقلاب از جمله احزاب و جریانهای خیراندیش با هر گرایشی که دارند به از جبهه اصلاحات خواسته که اولا از هشدار به مسئولان دستن در کارن ثانیا از روشنگری افکار عمومی و تنبه و اون نسبت به خطری که بر خطرهای گذشته افسوده میشه و ثالثا که در نهایت از هر اقدام قانونی و مدنی که احیانا بتونه به حل مشکل به نفع مردم بینجامه دریق نکنن اما ما مردم میگیم آقای خاتمی دهنتو ببند دیر اومدی زود نخوابارو و در نهایت اینکه که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا دوستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم سپاسگزاریم که تا پایان با ما همراه بودین تا برنامه بعد بدروتین